انسان از دیدگاه دانشگاه سیر کمال قسمت چهارم بشر و انسان بعد از مرحله حیوانی از تجمع گروهی از ارواح کمال یافته حیوانی و متأثر از هفت عامل خلقتی یک اتاق فکر تشکیل می شود که قادر است از نقطه نظر بیولوژی و خلقت در زمین شاهکاری به نام بشر را بیافریند. این نوع از خلقت که در بعد کوانتومی خود فقط دارای روح بشری می باشد، از لحاظ بیولوژی بدون روح ملکوتی نیز قادر به ادامه حیات است. جنین تا قبل از به دنیا آمدن بشر می باشد. ندرتاً برخی از این نوع خلقت بعد از تولد نیز در بعد کوانتومی خود روح ملکوتی با روح بشری ادغام نمی شود. این نوع مخلوق بشر نام دارد، ولی او را تن خاک روح خاک نیز نامیدند. با اولین نفسی که نوزاد پس از خروج از رحم مادر می کشد، روح ملکوتی با روح بشری او ادغام شده موجودی را به وجود می آورد که انسان نام دارد و آماده شروع و یا ادامه سیر کمال روحی خود می باشد. ارواح چهارگانه زمینی هر روح بشری متشکل است از اثرات برخی از جمادات، گیاهان و حیوانات. از آنجا که در هر مرحله از این سه مرحله یاد شده، ارواح مسیرهای بسیار گوناگون و متنوعی را به طور موازی با هم طی می نمایند تا به مرحله چهارم یعنی مرحله بشری ارتقا یابند، ارواح بشری با یکدیگر متفاوت می باشد. این تفاوت در اولین قدم در جسم فیزیکی آنها بروز می کند. باید بیاد داشت که در این روند برخی از هفت عامل خلقتی مورد اشاره استاد الهی مشارکت مستقیم دارند. تفاوت و گوناگونی در میان ارواح جمادی، گیاهی و حیوانی سبب گوناگونی در طبیعت است. با این وصف در مرحله چهارم ارواح قادر به ایجاد موجودی به نام بشر می شوند که چه در مشخصه های غیر هویتی ظاهر و چه در مشخصه های بیولوژیک و ژنتیک با یکدیگر متفاوت می باشند. مشخصه های هویتی داشتن دو دست و ده انگشت دست و هر دست پنج انگشت، داشتن دو پا و ده انگشت پا، هر پا پنج انگشت، دارا بودن دو چشم، یک سر و مانند آن. مشخصه های بیولوژیکی ارگان های ضعیف یا قوی، برای مثال قلبی ضعیف یا معده‌ای قوی و یا قاعدگی متناسب و یا خونریزی های غیر معمول، چشمی قوی و یا ضعیف و مانند آن. در هر حال و وضعیت این بشر آمادگی در هم آمیختن با یک روح ملکوتی را دارد. با اولین نفس این دو روح در هم آمیخته یک پروسه بسیار پیچیده دومینانسی به منظور سیر کمال روح ملکوتی آغاز می شود. روح ملکوتی این روح مستقیماً از مبدأ خلقت ایجاد می شود. این ارواح نیز با یکدیگر یکسان نمی باشند. حتی ارواحی که به یک گروه روحی متعلق می باشند به طور مطلق با یکدیگر یکسان نیستند. روح ملکوتی دارای اجزاء متعدد از جمله پنج سیستم کلی زیر می باشد. 1. ذره الهی این سوبستانس اثری منحصر به فرد است که مبدأ آفرینش در بدو خلقت هر روح مانند یک اثر انگشت بر روی آن روح حک کرده است. این ذره در واقع آن چیزی است که به هر انسان ارزشی ملکوتی می دهد و به او اجازه می دهد با خالق خود در تماس دائمی باشد. 2. ابزار لوجستیکی این ابزار در واقع هر کدام یک سیستم مدیریت اطلاعات می باشند به شرح زیر. سیستم وجدان یا لوامه این سیستم به نوعی مشاور ما در تصمیم گیری های روحی می باشد.
این بدان مفهوم است که یک قصد روحی در برخورد با این سیستم به یک تصمیم تبدیل می شود. یعنی آنکه این سیستم شاخصی است که آیا آن قصد به یک تصمیم تبدیل بشود یا خیر. در این رابطه باید به یاد داشت که این سیستم بسیار تغییر پذیر است. عواملی چون عرف و عادات اجتماعی می توانند آن را تحت تأثیر قرار دهند و در واقع روش کار آن را دگرگون سازند. برای مثال در جوامعی که داشتن چند زن در یک زمان از نظر مذهبی امری مجاز تلقی می شود. در هنگام ایجاد این قصد در روح وجدان آلارم خود را به صدا در نمی آورد و این موضوع را مورد تأیید قرار می دهد. حالانکه فردی که در یک جامعه دموکراتیک غیر مذهبی زندگی می کند، در صورتی که در روح چنین قصدی مطرح شود، این سیستم آلارم اخطارآمیز خود را به صدا در می آورد و با آن قصد مخالفت می کند. باید به یاد داشت که صرف به صدا در آمدن وجدان به این مفهوم نیست که شخص از اقدام به آن عمل خودداری خواهد کرد. زیرا در مقابل همه این سیستم های روحی در روح بشری فقط یک سیستم وجود دارد که می تواند برخلاف همه آن سه سیستم روح ملکوتی نه تنها مقاومت کند بلکه همه آنها را پس رانده خواست خود را بر آنها تحمیل کند. سیستم الهام دهنده یا ملهمه. بعد از آنکه با یک قصد به وسیله وجدان موافقت شد، این قصد به یک تصمیم اولیه تبدیل می شود که به وسیله سیستم الهام دهنده به مبدأ ارسال می شود. در واقع اطلاعات مربوط به صحیح یا ناصحیح بودن این تصمیم اولیه روحی قبل از آنکه به مغز ارسال شود، از طریق این سیستم به مبدأ خلقت ارسال و پاسخ آن در محدوده روح ابلاغ می شود. سیستم اطمینان دهنده یا مطمئنه. در روند تبدیل یک قصد به یک تصمیم روحی، در صورتی که پاسخ ابلاغ شده توسط سیستم الهام دهنده مثبت باشد و ما آن را به اجرا نیز درآوریم، معمولاً یک حالت فرح و گشایش روحی در ما ایجاد می شود که از تأیید انجام آن عمل به وسیله سیستم اطمینان دهنده ناشی شده است. در یک جمله، خدا ابراز خوشنودی از اجرای آن عمل نموده است. پایان قسمت چهارم. منبع آثار استاد الهی و همچنین برگرفته از کتاب دانشگاه سیر کمال استاد الهی، نویسنده فرامرز تابش. مطالب قسمت پنجم، بند اتصال ذره الهی به مبدأ خلقت یا پل کوانتومی، بند اتصال روح به جسم، سیستم کارما یا بانک اطلاعاتی، روان، زمان صفر، آدم و حوا، جسم بشر از خاک و گل. لازم به ذکر است که مطالب یاد شده فوق از شماره بعد در مبحث دوم علوم تلفیقی بررسی خواهد شد.